بسیج یه واژه‌ای بود که میتونیم بگیم از ارزشمندترین واژه‌هایی است که در زمان انقلاب اسلامی پدیدار شد و ما با آشنا شدن با چهره عملی بسیج امروز خودمون رو وابسته به یکی از نعمت‌های عظیم خداوندی می‌بینیم. در جبهه‌های جنگ شالوده قدرت و توان و استمرار دفاع ما رو بسیج تشکیل می‌دهد. ما بسیج رو به عنوان یکی از ذخایر بزرگ خودمون می‌دونیم که بایستی هنر علم و عمل خودمون رو در سازماندهی و آماده سازی این توان ارزشمند به کار بگیریم و برای آینده انقلاب اسلامی که قدرت دفاعی حقیقی و اصیل ایجاد میکنیم. بنابراین نقش بسیج امروز برای ما بسیار تعیین کننده است برای بنیه دفاعی که انشالله بتونیم به اون توان مطلوبش برسیم. حضرت امام رضوان الله علیه رو سلوحه فکر و تدبیر و کار خودمون قرار بدیم که همه اون معانی که ما از بسیج میخواییم بسازیم تمام در همون پیام هست که بخشش مربوط به همین تفکر بسیجی است. امروز تفکر بسیجی فقط مربوط به یه شخصیت رزمی و نظامی نمیشه. ما تفکر بسیجی رو همونطور که امام فرمودن اگر حاکم بکنیم در جامعهمون، یعنی ضمانت دادیم برشی بر اون دفاعمون، استقلالمون و پایداریمون در راه خدا. ما این تفکر رو امروز فقط به صورت علمی نمیتونیم مطرح کنیم، بلکه چهره عملیش هم هست. سابقه اون بسیجیانی که این تفکر رو خوب عرضه کردن و برای ما به یادگار گذاشتن که در چون این روزهایی با یادآوری اون خاطرات میتونیم خیلی خوب این تفکر رو داشته باشیم. تفکر بسیجی یعنی تلاش برای تحقق شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. تفکر بسیجی یعنی خودسازی قبل از دگرسازی. تفکر بسیجی یعنی پذیرش اسلام فقاهت و ولایت فقیه. تفکر بسیجی یعنی عمل مخلصانه به فرامین امام. تفکر بسیجی یعنی حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی. تفکر بسیجی یعنی گرایش روزافزون به علم و فراگیری فنون و تخصص‌های گوناگون. تفکر بسیجی یعنی توجه به عبادات فردی و جمعی. تفکر بسیجی یعنی خنثی‌سازی شایعات دشمن. تفکر بسیجی یعنی منطبق ساختن کلیه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی با اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. تفکر بسیجی یعنی زنده بودن نه زندگی کردن. تفکر بسیجی یعنی تلاش حسین گونه و زینب وار در عاشوراهای مکرر.